اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اجد ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فسق اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. پروردگار عظیم در این آیات برای ما شما چند موضوع را بیان می کند. یکی بیان اشیای حرام در مرحله مکی. دو چیزهایی که بر بنی اسرائیل طور عقوبت حرام قرار داده شده بود تا درس برای ما باشد. و سوم استدلال مشرکان به مشیت الهی برای جواز و شرک و تحریمات خود ساخته و بافته خودشان در آیه ولی که تلاوت شد پروردگار عظیم بیان اشیایی که خوردن گوشت از او در دوران مکی بود او را برای ما بیان می کند و طبیعی که در آیات گذشته مشرکان را در برابر تحریم حلال و نسبت آن به سوی پروردگار مورد مذمت قرار داد و گفتار آنها را باطل کرد که کسی حق نداره از بدن خود و از تعبیر خودش چیزی را حلال کند و یا چیزی را حرام کند در این آیت برای پیغمبر علیه السلام دستور می دهد تا چیزایی را که الله بر بندگانش حرام قرار داده از طریق وحی برای مردمان بیا کند تا بدانند که ماسو الله کسی حق ندارد که چیزی را حلال کند و یا چیزی را تحریم ببخشد بنا دستور میدهد قل بگی پیغمبر لا اجد ما اوحی الی محرما على طعام یطعمه بگو در آنچه به سوی من وحی شده است هیچ چیزی بر خورنده ای که آن را می خورد حرام نمی آبا. هر خورنده ای که هر آنچه که می خورد ما چیزی را پیدا نمی کنم که حرام باشد مراد ما اوحیه ایلی وحی غیر قرآنی است زیرا سوره های قرآنی که پیش از این سوره نازل شده است در آنها چند چیزای مانند خود مرده خون ریخته شده گوشت خوب نظر به غیر الله این موضوعات رو به صراحت سر شده بود در این سوره هم سوره انعام است برای ما شما همین نقطه را میدهد که تعبیر طاعمین یا طاعم او، اشاره به که مقصود آن مقصود آیه بیان حل و حرمت در مأکولات است یعنی هر جایی که شما مأکولات می بینید مشروبات همین اصلش تحلیل است سپس آن چیزهایی که خوردن آن حرام است ذکر میکنه الا ان یکون میتتا او دم من او لحم خنزیر فا اینه ریتسون او فسقون او هلل لغیر الله به مگر که مردار باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خوک زیرا همه همه اینها پلید و نجسند یا آنچه که نام غیر الله بر گرفته شده باشد پس اشیای حرام طبق از این آیه برای ما چهار چیز تثبیت می شود اول میته یعنی حیوانی که خودش مرده باشد و دومش دم مصفوح خون روان که از رکها و در دا داخل است. سوم لحم خنزیر گوشت خوک بعد از ذکر سی چیز علت حرمت او را بیان میکنه فا اینه رجسون ای سی چیز پلید است مردار است نجس است فا اینه رجسون زمیر در فا راجع به سوی همه چیزهای مذکور است و چهارمش او فسقون او لغیر الله بهی آنچه که نام غیر الله بروی گرفته شود یعنی نظرهای لغیر الله آن را فسق نامید چرا که سبب بیرون شدن از طاعت پروردگار میگردد ببین دوستای عزیز دین خدا وسیله بهتر زندگی کردن با خود با خدا و با مخلوق خدا هست هر چیزی که ای رابطه را تخریب بکنه شریعت الهی امو را منه میکند بنا انسان ضرورت دارد برای خوردنی و نوشیدنی باید بخورد و باید بنوشد پس برش دستور داد که لا اجد فی الیه ما اوحی الی محرم ما ایتو یک چیزی که در وحی الهی بیابم که او سر مسلمان ها و سر انسان ها منع شده باشه نمیابم خب مطلق همه چیز حلال است میگه نه الا ان یکون میتتن مگر چیزی که خود مرده باشد یا خون روان باشد یا گوشت خنزیر باشد بعد میگه فا این همه این سی چیز پلید است و نجس است پس وجه تحریم در شریعت الهی ما دو چیز را پیدا میکنیم بعض چیزهایی است که ارگا ما از, خود، از خوراک از او استفاده بکنیم یا از نوشدینه هایش استفاده بکنیم این سبب میشود که به بدن ما نخص برساند بدن ما را زیان بدست. ما را مریض بکند از این خاطر شرعت را چه میکنه این را حرام میکند پس شما خود مرده را ببینید حتما عامل برای از بین رفتنش وجود دارد حتما چیزی در درون است کدام در میکروب خطرناک پیدا شده که صاحبش ایقا وقت نداده تا که او را زفحه بکنه پس این میکروب خطرناک در, در درون خون از او در درون گوشت از او موجود است اگر انسان از این استفاده بکنه این را هم مریض می و پس میته خود مرده است و این خود مرده خود می که یک زمان را دارد. یعنی یک حیوانی که صاحبش خبر نشه و صوب و مرده باشد از این معلوم می که میکروب به خطرناک است و شریعت خدا به خاطر حفاظت جان ما یکی از مقاصدش است پس میگه خود مرده را نخور او میگه او دم من مصفوحن یا خون روان را امروز علما را تثبیت کرده که مرکز میکروب و نشر میکروب ای کلش در کجا هست در خون است و از این خاطر الله ای را زود, زود تبدیل هم می کند طبیعتا تبدیل می شد. پس می بینیم که در ایجا اگر خون روان را کسی بخورد در حقیقت مرجع میکروب را و مرکز میکروب را خورده است و ای هم سبب چی می شود؟ سبب مرض برای انسان میشه شریعت خدا این را هم کرد؟ من کرد او لحم خنزیرین یا گوشت خوک را در گوشت خوک هم میکروب تا یک هزار درجه سانتیگراد یعنی میکروب از بین نمی رود پس ما چقدر خانه خود چنین چیزایی داریم که بتانه این میکروب را از بین ببرد بر علاوه از او که بیخی بل فرض و تقدیر ببری اذیت برای تو می کند که سبب می شود شیرازه حیات که همان شجاعت است همان ارزش های اخلاقی است همان قوت معنوی و روحیت است او را سقوط می پس تأثیر گذار است برای که از تو امو قوت اراده قوت تصمیم و قوت مباهات را از بین ببرد تو را بی تفاوت بکنند در رابطه به نوامی سید الله مطال ایرم چی کرده؟ ایرم سر ما حرام کرده است فإنه رجسن این هر سه اشیای مذکور پلید است لذا الله سبحان با لطف و کرم خود اونها را سر ما شما چی کرد حرام کرد و منع کرد چهارم چیز میگه او فسق اوهل هل لغیر الله به آنچه که نام غیر الله بر گرفته شود یعنی نظرهای لغیر الله آن را فسق نامید چرا که سبب بیرون شدن از طاعت خداوند متعال می شود سبب از این می که الله ناراضی شود و حرمت ای چار چیز در سوره مبارکه نحل آیه 115 هم مؤکدا ذکر شده است انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله بهی ای دو آیه بر آن دلالت دارد که محرمات در همین چهار چیز محصور است اما تحریماتی که در سوره مبارکه مائده است دور کننده این حصر است چرا که سوره مائده سوره مدنی است و سوره منعام و سوره نحل مکی است در سوره معایده علاوه بر چهار چیز منخنقه، موقوده، متردیه، نطیحه و ماعکل الصبح اینا هم داخل شده است پس اگه تو بگم که سوره مبارکه ماعده در حقیقت تفسیر است برای ازی سورت بعضی ازی چرا تفسیر است؟ زیرا ای کل موقوضه و متردیه و نتیحه و منخنقه در حقیقت داخل میتت است بنا این اجزا شد تعلق میگیره بر او همچنان پیغمبر علیه صلات و سلام یک سل چیزا را حرام گردانیده است مانند حیواناتی که اونا ناخون دارد یا پرنده هایی که ناخون دارد یا حیواناتی که گوشت خور است ای را اوجا میبینید که حرام قرار پس یا حمار اخلی، خرهای اهلی این رسول علیه صلات و سلام تحریم گردان است پس ای را در حقیقت تفسیر است یعنی در آنچه که فعلا به ما نازل شده است اینی چیز است ولی این معنای من را نمی رساند که چیزای بعدی را رسول علیه و سلام شرح نکند بعد از بیان حکم محرمات در حالات عادی و غیر مجبوریت به سبب دسترسیش به اشیای حلال به خوردن اشیا حرام در اوجا ضرورت احساس می شود که گاه گاه انسان در حالت اضطرار واقعی شود و غیر از این محرمات چیزی وجود نداشته باشد پس تکلیف مالای و در دین نیست یعنی هر حکم شرعی ای در حقیقت به اندازه وسع انسان است چیزی نیست که از وسع و قدرت ما بالا باشد پس میفرماید ف من اضطر غیر باغی ولا عادی فه ین ربک غفور رحیم پس کسی که به خوردن این چیزها ناچار گردد مجبور شود بدون آنکه علاقهمند و متجاوز باشد علاقها طبیعی برش نداشته باشد و از طرف دیگری ایره متجاوزم از حد نباشد که به اندازهی بخورد که از او احساسی بهاصطلاح خوشی بکند پس خوردن ازی به خوردن ازی باکی نیست چرا پروردگار هم آمرزگار است و هم مهربان است پس در این آیت اضطرار یک شی استثنایی شد کسی مجبور میشه این مجبوریت دو نوع است یک نوع مجبوریتش است که انسان در سفر بوده باشد از شهر بیرون باشد غیر از این میتته یا گوشت خنزیر یا ایره ایره پیدا نکنی میتونی که از این استفاده بکنی به اندازه که تو نمیری پس این استرار وجود یا ای که استرار به معنای اکراه باشد یعنی تو در جایی بوده باشی که جبران سر تو امی چیزا خورده شود به طور مثال یک جای بندی هستی تو در اینجا غیر ای چیز که نخوری خیلی چی تو میکنی اگر میخوری بزور می هم سرت میخورد در اینجا الله مطال تو را نمی نمیکند یک تفاوتی که میخوام ذکر بکنیم تعداد از علما میگوید که میتونن که گوشت خوب را بخورن دم مسفوخ را بخورن میتتا را بخورن میگه خوبه خوب هست زندگی خود نجات بدی ولی به هیچ وجه کوشش نکنی که اوهی لده غیر الله بیه را بخوری نظرهای غیر الله را بخوری میگم این کشتن خوب است نهی که ام نظر غیر الله را بخوری ولی شما فکر بکنید که چقدر نظرهای غیر الله را در کشور ما رواج است متاسفانه متاسفانه و خوردن از او قطعا حرام است از این آیات قل اجد ما اوحی الی محرما ما چی میگیریم یعنی مرجع تحریم و مصدر تحریم تنها و تنها وحی است ای به اجتهاد نمی شود مسئله دوم چیزهایی که بر بنی اسرائیل طور عقوبت حرام قرار داده شده بعد از ذکر محرمات ابدی به ذکر چیزهایی میپرداد که بنی اسرائیل به سبب بغاوت و سرکشیشان الله سرشان حرام کرد و مقصود از ذکر چیزا بر بنی اسرائیل ابراز این موضوع است که مشرکان به هیچ وجه از تشریع الهی خبری هم نداشتند و در حقیقت آنچه که بر بنی اسرائیل حرام داده شده بود علاوه بر چهار چیزی مذکور بود غیر از او چیز بود دو چیز دیگر به طور عقوبت بر آنها حرام شده است نوع اول تحریم حیوانات ناخوندار وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر و بر يهودان هر جانور ناخوندار را حرام گردانیدیم تقدیم جار مجرور در و على الذين هادوا بر متعلقش فقل فقله به غرض افاده اختصاص صورت گرفته است یعنی این اشیاء را فقط بر یهود حرام قرار دادیم و على الذين هادوا ببینید جار مجرور چی می شود تقدیم پیدا می کند بر متعلقش که حرم ناست حرم نا علی علی الیهود نگفت و علی الذین حرم نا ای چرا افاده تخصیص می کند ما این کار را بر یهود کردیم و دیگر مسلمان که قبلا گذاشته چون این کار سرش نشده است مراد به ریز و این ایست که انگشتان گشاده و چند پارچه نداشته باشد مانند شطرمر از حیوانات اهلی و قاز و مرغابی از پرندگان اینها برشان حرام بودن حرام این هم سرشان حرام بودن زفور در اصلش ناخون را گوید گای اطلاقا به سوم حیوان هم می شود که پارچه ندارد سم حیوانی که پارچه ندارد اینجا همین معنا را مراد است یعنی گوشت حیواناتی که یا هر پرنده ای که سم آن چاک نباشد بر یهودان حرام است سمش چاک نباشد نوع دوم یعنی شطر شما ببینن سمش چاک ندارد شطر ما راز القیاس نوع دوم حرام قرار دادن بعضی از اجزای, اجزای حیوانات و من البقر و حرام حرمنا شحومهما و از گاو و گسفن چربی آنها برایشان حرام گردانیدیم و اما غیر از چربی دیگه باز برش گوشت سرخش برش حلال است شهم چربی که به گوشت و استخوان چسبیده نباشد مانند چربی که در اطرافش کمبه است یا دنبه و اما غیر چربی مذکور سه قسمت دیگر را مستثنا می کند الا ما حمل ظهورهما او الحوایا او مختلطه بعظمین جز چربی هایی که پشت این... که پشت اینها یا روده های آنها برداشته باشد یا آنچه که آمخته به استخوان ها باشد این حلال است خود چربی که در گرد رودا یا دنباس این سرشان حرام می کند اول حوایا جمع حویه مراد از آن همان چربیز که روده ها را احاطه کرده است و مختلط بی مراد از آن چربیز که باستغان چسبیده باشد و دنبه گسفن از همین نوا چسبید سپس سبب تحریم را بیان میکنه ذالک جزاینا هم بی ما در برابر بغاوتشان آنها را این گونه سرزنش دادیم در برابر بغاوتشان این گونه برشان سرزنش دادیم در سرز... چیش چی چی است سر... غلطی که کردن که به سبب از اینها مورد معنی از این چیزا قرار گرفتن قرآن کریم میگه که ظالم بودن ستمگار بودن از طرف دیگر رباخور بودن سود میخوردن حلال خدا را حرام میکردن حرام خدا را حلال میکنن و ربا میخوردن و ظلم میکردن بدن ما هم ای چیزا را سرشان حرام گردانی که سوره بقره آیه چل بری گواه است چون این اخبار از حکم بود که در های گذشته بر یهود تطبیق شده بود و مشرکین از آن آگاهی نداشتند از این رو الله میگه که و اینا لصادقون و شک نیست که ما در بیان از حکم راست گوستیم. یعنی مشرکین اصلا خبر نداشتند پس اینجا نوی از اعجاز را در حقیقت قرآن بیان میکنه که از چیزی خبر میداد که این مردم به هیچ وجه از اونها خبرم نبودن و این نالا صادقون ما در این مورد راستگو هم هستیم بعد برای پیغمبر علیه الصلا و سلام تسلی میدهد میگه که فا این كذبو که فقل ربکم ذو رحمت واسعه. پس اگر مشرکان تو را تکذیب کند بگو پروردگار شما دارای رحمت گسترده است که با وجود مخالفت هایتان شما را مهلت میدهد و اگر توبه کنید شما را مورد غفران و شامل رحمت خود قرار میدهد شما ببینید چی عجیب تعبیر میکنن اوجا میگه ما برای یهود اینی چیز را حرام گردانیم چرا به خاطری که غلطی کردن به خاطری گناه کردن به خاطری که ظلم کردن رباخوری کردن بعد میگه که فان کذبوک فقل فا ربکم ذو رحمت واسعه اگر تو را تکذیب کرد یعنی اونها که غلطی کردن جزا خوردن نگرفتن اگر شما هم غلطی بکنید شما مورد جزا قرار میگیرین تبیج که و پیغمبر از این کده بزرگتر است از رباخوری کده بزرگتر است از ظلم کده بزرگتر است ف این کذبوک پس اگر تکذیبت کرد پیامت را دروغ پنداشتن ف قل بگو ربکم ذو رحمت واسع بگو پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است با وجود مخالفت ها باز هم شما را فرصت میده تا که ایمان بیارید و به حقایق از باور داشته باشید و اما اگر مخالفت ورزیدید و احکام او را نپذیرفتید بعد چی می شود ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين عقوبت او از گناهکاران برگردانده نمی شود ولا يرد دور کرده نمی شود عقوبت از او بر مجرمان یعنی به این معنا که اگر غلطی کردین الله متعال شما را چی میکنه عقوبتتان میکنه کدام قدرت و نیرویی که شما را نگاه بکنه وجود ندارد ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين عقوبت او از گناهکاران برگردانده نمی شود پس در اینجا می بینیم که از یک طرف اما مقبولی شریعت را به ما نشان داد و تعبیر دیگر شفقت الهی را به ما شما نشان داد که خداوند مطال به خاطر که بدن ما زنده بباند آنچه که به بدن ما ضرر دارد او را سر ما چی کرد؟ من میگیره نخو؟ زیرا مریضت میکنه خود مرده مریضت میکنه نتیحه مریضت میکنه ما اکل صبح مریضت میکنه و خون روان مریضت میکنه گوشت خوک مریضت میکنه و این سبب بدبختی و ضعف نفست میشود از این دور شو دوم چیزی که سبب مریضی فکر ما میشود او را هم حرام کرد و ما اوهل به غیر الله هر چی که به نام غیر الله نظر شود به نام غیر الله زبح شود میگه ایرم نخورین چرا؟ در فکرت خراب میکنه عقیدت خراب میکنه پس وجه تحریم را ما شما چی کردیم در اشیایی که الله سر ما حرام گردانیده است فهمیدیم چرا یک شی را الله حرام میکند به خاطری که بدن ما اگر او را بخوریم ضرر میبینه بنان به خاطر که بدن ما سالم شاید یک سلسله چیزا تحریم میشود یگان بر بعضی چیزا حر... حرام میشود به خاطر چی سبب تخریب فکر ماست سبب تخریب فکر ماست پس شریعت خدا چی شد؟ وسیله حفظ جان ما و, و وسیله حفظ فکر ما شد مسئله دیگری که در این آیت بعد ذکر میکنه استدلال مشرکان به مشیت الله متعال برای جواز شرک و تحریمات خود ساخته ایشان هر کاری که میکنن باز میگه میکن خدا چنین خواسته است الله چنین خاص است بنان من تو میکنم سیقول الذین اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء مشرکان امیر میگفتن زمزمه میکنم. مشرکان خواهند گفت اگر الله میخواست نه ما و نه پدران ما مشرک میشدیم و نه چیزی را حرام میگردانیدیم بنان چون الله خواسته یک چیزی را که حرام گردانید یعنی خواست خدا هست اگر شرک میکنیم خواست خدا هست پس را می یعنی آنچه را که ما انجام می همه خواست و مشیت الهی است بناهن جواز دارد بناهن درست است این حکایت از زمان حال یا خبر از مستقبل است سیقول صفحه زود است که بگرند یک تعداد ناخردان اما تو که هر عمل ناشایسه ای را که انجام می او را به چی حمل می با به خداوند مطالق خدا چون این خواست است و هر تنبلی که از خود نشان میده او را به شکل از اشیا چی میکنه به الله متعال و به مشیعت الهی او را نسبت میدهد این استدلالشان اشتباهشان از این پیدا میشد که فرق در بین مشیعت تکوینی که خلق و تقدیر و حفظ قوانین است و میان مشیعت تشریعی نکرده یعنی یکی تکوین شی است که خداوند مطال یک شی را پیدا می کند و یکی مشیعت تشریعیش است مشیعت شرعی که به معنای رضا و محبت بوده و مدار امر و نهی و تکلیف بندگان است این را باید شناخت از این رو آنها گمان کردند که وضع قواعد شرکی و تحریمات و تحلیلات تغییر غیر شرعی که توسط آنها صورت گرفته همه بر رضای خداوند متعال است و اگر الله راضی نمی بود این کار صورت نمی این استدلال بسیار ضعیف است زیرا شک نیست که در این دنیا هیچ چیز بدون اراده و مشیت تکوینی الله متعال صورت نمی گرفت. ولی معنایش این نیست که هر چیز در دنیا صورت گیرد مورد رضا و محبت خداوند متعال قرار می گرفت. پس اراده تکوینی علم الله متعال است اراده تکوینی علم الله متعال هیچگاه مدار تکلیف بندگان شده نمیتاند زیرا این امر از بندگان پوشیده و پنهان است و مردم نمیفهمد و تنها آنچه که مدار تکلیف است اراده تشریعی خداوند متعال است که این مدار تکلیف بندگان است بنان اراده تکوینی را حمل بر اراده تشریعی نباید بکند و مشرکین این را یکی میدانستند پس لذا الله المطال در ردي سلا كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا أنك پیش از انها بودن دعوت پيغمبران را همين گونه تکذیب نمودن تا آن وقت عقوبت ما را چشیدن در ایجا می این نوع استدلال به اقوام گذشته او را تکذیب یعنی استدلال را قرآن نسبت به اقوام گذشته چی میگه کذب من قبلهم حتا ذاقوا باسهم امین دقم تکذیب کردن دروغ پنداشتن پیام پیغمبران رو آنانی که پیش از ایشان بودن اینا همه این گپ را زدن قرآن رو, رو گفت که دروغ پنداشتن یعنی معنا که قضیه تکوینی ای از صلاحیت ما نیست و ما نمیفهمیم که الله چی اراده میکنه و چی کرده است در این نظام اراده تشریش که مبین رضا خداوند متعال و مبین نه رضای خداوند ما او در اختیار ما به حکم شرعی تعلق میگیرد و تکلیف مدار تکلیف و مانا حکم شرعی نه اراده تکوینی که به او طرف برویم پس شرک تحلیل و تحریم آنها همه عمل بد خودشان است و الله ما هیچگاه به چنین کار دستور نداده و نمیدهد نظیر از این آیت را در سوره مبارکه نحل آیه 35 و در سوره مبارکه یاسین آیه 47 و در سوره زخرف آیه 20 در ای چار موضوع عین قضیه رو میخوانیم فشرده اگر بگم رد ای گفتار هاست که در میان مشیعت الله و محبت و رضای او تلازم واقع میکنند الله ای میگه ای رو تلازم واقع نکنید بنان مشیعت الهی به معنای تکوین شی است و مشیعت الهی به معنای تشریح شی آخر است هر دویش یکی پس مطابقی قانون تعلق مشیعت و اراده تکوینی الله به شرک و تحریم و تحلیل مشرکان دلیل بر محبت و رضای خداوند مطال به چیزا نیست بعد مطالبه حجت بر این استدلال وقتی که جنین می قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا اگر شما ای تو میگین که امیر قم است اگر خداوند متعال نمی‌خواست ما چون این کار را نمی کرده. چون الله به هر چیز آگاه است بنان ای که شرکی چون خدا خبر داره بنان خدا سرش راضی است اگر امین منطق درست بوده باشد پس الله قل بگو هل عندکم بگو آیا نزد شما هست هل عندکم من علم دلیل قاطع بر اثبات از این موضوع امتیک دلیل قاطع داری هل عندکم من علم فتخرجوه لنا تا آن را برای ما ارائه دهید و آن را برای ما بیان بکنید تا ما هم آن را بدانیم و مطابق از خود زندگی خود را آراسته بکنیم اما یک چیزی نزدتان وجود دارد یعنی به معنی از که اگر این راده را بگوی از خودش پرسان بکن از امی مشرک پرسان بکن که هر کسی بیاید و مال تو را دوزدی بکنه امی خوب است یا بد است او دو چیز داره یا میگه که گپ نیست پس هر کس میتونه مال کسی را بگیره یا یک کسی را بگه هر کسی تو را قتل برس همین درست است یا نیست این گناه داره نداره گفت که نه پس به چی دلیل نیه؟ و اگر گفت نه خیر از کار کسی را بکشی را فطرتا نمیگه بنان در این جا هم دیگه مشیعت الهی را چی کن ایره ایرا تثبیت بکو چون خدا خواسته که نفر کشته شو، بنان عقوبتی وجود نداشته باشد چون الله خواست مال تو را کسی دزدی بکنه و ببره پس دیگه عقوبتی وجود نداره در اینجا سکوت میکنه میگه این قسی نیست پس وقتی که اینو نمیپذیری عین شک این ای ای اراده تکوینی و تشریعی را باید از هم جدا بکنی قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا بگو نزد شما دلیل قاطع بر اثبات این موضوع هست تا آن را برای ما ارائه بدهید بعد ظهور عدم دلیل حققت حال آنها را بیان میکنه این تطبعون الا ظن و این انتم الا تخرسون شما جز گمان چیزی دیگه را پیروی نمیکنید و شما جز رو سخن نمیکنید پس این انت این الا ظن پیروی نمیکن مگر محض گمان دار و این انتم الا تخرسون و جز گسافگوی و, و دروغ چیزی دیگه شما گوید تخرسون در حقیقت گویی است تخرسون به معنای دروغ از ماده خرص معنی خرص به معنی تخمین دادن یک شی بدون بدون دلیل قاطع یا تخمین کردن شی بدون یک مصدر تثبیت کننده بعد از رد دلیل بر مشرکان به پیغمبر علیه صلات و دستور میده تا برای ابطال ادعای مشرکان چنین بگوید قل فلله الحجت البالغه بگو الله دارای دلیل رسا و برهان نهایت استوار است اونا را چی گفت این تتبعون الا ظن شما فقط از گمان پیروی میکنید و این انتم الا تخرسون شما جز دروغ چیزی دیگری نمیگوید پس به پیغمبرات دروغ میگن به خدا دروغ میگن قل بگو فلله الحجت البالغه بگو مر راکه را که خالق و مالک و متصرف و معبود ماست الحجت البالغه دلیل رسا و برهان نهایت استوار است فقط او صاحب حجت است یعنی ای که قرآن بینات را که حاوی اصول و فروع است برای ما شما بیان می کند این حجت بالا برای اثبات حق و احکام حل و حرمت تعلق به می دارد فلله الحجت البالغه حجت و دلیل رسا همان نزد خداوند مطال است پس او چی میکند؟ تحریم میکند و او تحلیل میکند باز در خاتمه آیه به نفع جبر اشاره میکند فلو شاء لهداكم اجمعین و گرو میخواست به طریق اجبار همه شما را هدایت میکرد ولی خداوند متعال خو نمیخواد که انسانها به اجبار به طرف هدایت برود چون این کار خداوند متعال نمیکند پس که انسانها را میگذارد تا که خودشان پیروی بکنند حکم دینی را و به اختیارشان و به تعقلشان اما الله مطال چونی نخواست بر بندگان خود اجرای کارهای را انجام بده جابرانه ولو شاء ربك لآمن من في جميعا كلهم ولو ولو شاء لآمن من في الأرض کلهم آم... جميعا اگر الله اجبارا میخواست همه را باز مسلمان پیدا میکنه تو تكره الناس حتى يكونوا مؤمنین تو مردم را بازار مسلمان میکنی صحیح نه پس خدا چنین نخواسته اختیار را رب العالمین برای ما چی برای ما ارزانی فرموده است در اینجا مطالبه گواهان از مشرکان درباره تحریم اشیاء یخو که هل عندکم من علم فتخرجوه لنا کدام علم اگر نزدتان بوده باشه بر ما بیاره تا که ما هم آگاهانه ای کار بکنیم یعنی آگاهانه بر ما دلیل بیار که همین خون روان نجس نیست دهی میکروب نیست تو بر ما دلیل علمی را پیدا بکو که حیوان که مرده با مرد بوده باشه او بی است این یک دلیل بر ما بیار تو بر ما دلیل بیار که گوشت خوک ضرر نمی این را بر ما بده اگر این را بر ما دادی خوی خود دلیل شد تویز که اینا دلیل به با این باب ندارن وقتی که ندارن پس در شریعت الهی هم جای ندارد نکته دومی که برش میگه که آل گواه راست پیش میخواد قل هلما شهدا اکم الذین یشهدون الله الله حرم هذا تاریخ ورشت بیان میکنه کل تاریخ را میگه دلیل خواهرده نتانستی پس از تاریخ بشریت که سر حساب میشود از اونا چی داره بیار انسان خواهی تو که تنها توستی پیشم یک بار مراجعه بکن که این مردمی که در روشنی دین زندگی کردن اونا چی گونه بردن قل بگو ای پیغمبر حلم ما اکم بگو گواهان خیش را بیاورید الذین یشهدون او گواهی که گواهی بدهد ان الله حرم ها که الله امی چیزا را حرام گردانید است اما یک چیز بر مراد از گواهان گواهان است که علما باشند در امور دین و حیث مرجع فتوا باشند او را بر بیار نه مردمی که هر کس از جان خود بخیزد و تعبیر را بکنند کسی که عالم بر فتوا است او را بر ما بیارین و به احکام شر معلومات درست داشته باشند اونا را حاضر بکنید تا به صحت ادعای شما چی بگه؟ درست است چون خداوند متعال خواست است بنا هر کس شرک میکنه هر کس خرافات میکنه هر کس غلطی میکنه در اینجا مؤاخذه ای نیست پس یک عالم را بر ما بیارید. یعنی ببینید چه زیبا دلیل است قل هلما اکم الذين يشهدون ان الله حرم هذا در هر مورد مت بکنی در اسلام عزیز ما مت بکنی یک کس یک کار خرافات را انجام میداد بدعت را انجام میداد غلط میکرد برش بگو یک عالم را میتونی استدلال بیاری ایتو نگو که رواج ماست صحیح شد ایتو نگو شما چرا نه یک یکی از علما یکی از مراجع علمی امی کاری که تو میکنی را برت گفته باشه فرق نمیکنه همون یک بر برام بیاد پس ایشان در مورد دو امر قرار می گیرند ای که کسی را برای گواهی حاضر ساخته نتوانند در این وقت وقت دعوایشان هم آری از حجت است و هیچ نوع شی را ثابت نمی کند اگر بت دو اگر بتوانند شخصی را برای چنین گواهی حاضر سازند تا او شهادت بده پس در این صورت ممکن نیست که جز افراد کاذبی که شهادت آنها غیر قابل قبول است از همون مردم می باشد یعنی اولی که انسان دانشمند را دا در رابطه به اثبات همچی چیزا پیدا کرده نمی دو دو فرض و تقدیر کسی پیدا شد او در حقیقت از اون مردم های کتا و است که نه علم دارد نه فهم دارد و نه کسی است که مرجع شده بتاند در این صورت وقتی که اگر یک انسان بیدانش میاد در امور علمی تعبیر خود را میکند مثل که ما در افغانستان با تاسف رواج داریم که مردم های عوام هم در چی میگن در دین گپ میزنند چی میگن نظر ما اینطور است صحیح شد نه شما میبینید در مجالس در مجالس علمی در قضایای دینی همه مفتی هستند دکتر صاحب هم در دین گپ میزنه انجینر صاحب هم در دین گپ میزنند مالک هم در دین گپ میزنند معلم هم در دین گپ میزنه تکسیران هم در دین گپ میزند کلافروش هم در دین گپ میزند کلشان مفتی ها شدند شد, شد. میگه اگر بلفرض و تقدیر چونین کار شود یا کسی که تخصصش نیست و بخیزه در این عمر گپ بزند فا این شهید و فلا تشهد معه اگر این مردم گواهی بدد تو گواهی بینده دیر مردم های جایل هستی چی رو پس اگر آنها گواهی دهن تو با آنها گواهی مده و شهادت آنها را باور کن که شهادت زور است شهادت دروغ است سپس روشن می که هرگاه ادعای مشرکان از حجت و شهادت که از اصول قضاوت است کردید گردید معلوم شد که حکم آنها ناشی از هوای نفسشان است از هوای نفسشان است چرا چون این اشخاص تکذیب کنندگان با آیات الهی اند ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا. پس پسایی که به جهل فتوا میدهند به جاهلانه عمل میکنن ولا تتبع اهواهم این مردم حتما به خاطر نفسهایشان و اغراض مادی در دین تعبیر شروع کردن ولا تتبع پس پیروی مکن اهوا الذين كذبوا آیاتنا خواهشات کسانی را که آنها فقط سبب شده تا به دین تکذیب بکن خواهشات کسان را پیروی نکن که آیات ما را تکذیب میکن آیات ما را تکذیب میکنه زیر آنها آیات ما را که بر توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات دلالت دارد یکی را پی دیگری رد کرده رفتند و رد کرده رفتن. دو یکی چون این اشخاص منکر آخرت هستند یکی دروغ میگویند کذب بی آیات آیات ما را تکذیب کنند دو عقیده ندارند به آخرت والذين لا يؤمنون بالآخرة ما مکن خائشات کسانی که ایمان و آخرت ندارد ایمان به روز واپسین ندارد س این کانان مشرکان از مشرکشد پیروی میکنی و هم بربهم عادلون و انها بپروردگارشان غیر الله را شریک قرار میدهند پس مردم را چی نکو پیروی نکو ولا تتبع الذين كذبوا باياتنا کسایی که با آیات ما نسبت دروغ میکنن پیروی نکن دیگه این مردم را کنار بگذار دو و الذين لا یؤمنون بالاخره آنانی که با آخرت باور ندارن سوم و هم به ربهم يعدلون به پروردگارشان مخلوق را چی میکنه هم تا قرار میدن چون مردم را پیروی نکن و یعنی معنی پیروی چی یعنی تحلیل و تحریمشان تعبیرشان در موارد دین و در امور ارزش ها جایی ندارد پس بگذارشان در آغاز همی سوره خوانده بودیم که ثم الذين كفروا بربهم يعتدون بازانانی که کافر شدن به پروردگارشان چی میکنن غیر خدا را با خدا برابر میکنن چون غیر و الله را بالا الله برابر کردن از این خاطر اینا کافرن اینا مشرکن اینا را بگذار و ترکشان بود از این آیاتی که ما چند چیز را میگیریم یک استدلال مشرکان به شرک و اعمال مشرکانه به و, و قدر الهی رفتن میگه هر چی که ما میکنیم جواز دارد چرا جواز داره با خاطر که رضای خدا که نباشه خود چونی کار نمیشه الله مطال به ایشان عقل کامل و به انجام دادن خیر و شر قدرت کافی عطا کرده بود و موانع را از سر آنها دور ساخته است اگر بخوان کار خیر و یا شر را انجام دهند میتوانند ولی اینا نخ... نخ... خیر انجام نمیده شر را انجام میدن کتاب های آسمانی و پیغمبران به پیغمبران خدا فرستاده شده است تا قول مردم را روشن سازد و مسیر حق را از مسیر دلالت جدا بکند سه علاوه بران الله مطال استدلال بر توحین و براهن بر نفسی و آفاقی را اقامه نموده است تا انسان ها از شرک دوری بگیرند از کفر دوری بگیرند و نکته دیگری که ما باید فرق بگذاریم در مشیعت تکوینی و مشیعت تشریعی در مشیعت تشریعی در اوجا است که قضیه مدار اعتبار می شود مشیعت تکمینی را ما نمیفهمیم فهمیم پس وقتی که چیزی را نمی دانی چی گونه از او تعبیر میکنی چی گونه را تفسیر میکنی کنیم را گونه او را بیان میکنی پس ما نمیدانیم که سال آینده چی می شود چه قنزان ها در کدام خانواده ها به دو ما نمیدانیم چه قنزان ها در امی خلال می میرن. چه انسان ها چی کار میکنه و دنیا بکنه اون طرف میره ما نمیدانیم بنا در اوج استدلال نارواست حق تو هم نیست و, و نمیتون استدلال هم بکنی در مشیعت تشریعی تعلق میگیرد به کتاب به سنت به وحی پس مطابق با وحی زندگی بکن در خیر دنیا و آخرت است سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین اللهم اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألكم مجبات رحمتك وعظائم مغفرتك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا, شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، يا رب فلك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين